بوته‌های در این بخشی از کشور پرورش می‌شوند که برای خشکانیدن ریشه‌های زندگی انسان‌ها قد کشیدند. سال‌هاست که در ولسوالی زازای آریوب ولایت پکتیا که بیش از 90% زمین‌های کشاورزی این گونه چرس کشت می‌شوند و دشت و دمن این ولسوالی با بوته‌های چرس سرسبز شدند. اما باشندگان این ولسوالی اکنون حکومت را به بی‌پروایی متهم می‌سازند و می‌گویند که آنان خواهان بدل از حکومت هستند. داسی پیداش جاور ډیر ګټل استراوی دي دې ترڅنګ کای دوی بغدارې په برخه کې کار وکړي شي دی او بو دې سیستم د غوري په برخه کې کار وکړي شي نو نګدې د چي د خلک په چارو باندې کوي آینده کې بنور هغه د خلکو ژوند ته ګوري دا ډیر غریب خلک دی او په دغه چارو باندې خو نه ګران ده نو ودان ده کوم قابل دي دې ملاحظه تشویش ته موږ دې تشویش وکړو. در همین حال مسئولان حکومتی در پکتیا بر فراهم سازی بدیل همچون توزیع تخم‌های زعفران به این کشاورزان تاکید می‌ورزند. احمد آباد و دسترکرم پولیس والی که پداس از اینکه چه حالت د چارسو کارونده کیږي د هغه قطعات په ماینس کې البته د چارسو په ماینس کې موږ قطعات ایجاد کړی دي چې تر څو خلکو ته زمینارانو ته د دې احساس وشي چې د زعفرانو حاصل تر چارسو څو چنده زیات او همدارنګه فایده هم با آنکه کشته کوگنار، چرس تولید و قاچاق مواد مخدر از بونه های بنیادین تمویل کننده گروه های هراس افغان در کشور دانسته شده است، فرمانده پلیس این ولسوالی می گوید که آنان برای نابودی این کشتزارهای چرس دست به کار خواهند شد. دقا چرس دلتا دید تاسیبی نیچه دقا ولسوالی که لکه امنیتی ستونز زیادی و بدی اساس تو روز پور رسیدگی ورده نداشوی. پکتیا یکی از ولایت های جنوب شرقی کشور به شمار می رود. از میان 14 ولسوالی این ولایت شماری از ولسوالی های آن به شدت از رهگذری امنیتی تهدید هستند و گروه های هراس افغان در آن بخشا فعالیت دارند.